شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 12 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 20 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. سازمان حقوق بشری هانگا با اشاره به ابراز ناامیدی پزشکان از امکان معالجه آرمیتا گراوند به نقل از یک منبع نوشت تا کنون 6 پزشکی که وضعیت آرمیتا را بررسی کردند به صراحت اعلام کردند که مرگ و زندگی آرمیتا دست خداوند است و تنها میتوان توکل کرد. عصر چهارشنبه 19 مهر ماه برخی منابع خبری مدعی شدند که تیم پزشکان آرمیتا گراوند به نیروهای امنیتی مستقر در بیمارستان فجر اعلام کردند که آرمیتا دیگر هیچ گونه علائم حیاتی ندارد و به طور قطع دچار مرگ مغزی شده است. یک منبع از بیمارستان فجر در پاسخ به این سوال که آیا این وضعیت فعلی به معنای مرگ مغزی است میگوید مرگ مغزی با کما فرق دارد. خانم گراوند علائم حیاتی دارد، به این معنی که وضعیت فعلی او مرگ مغزی نیست. به همین جهت امید به بازگشت او به زندگی وجود دارد، هرچند که در چنین مواردی 48 ساعت اول نقش حیاتی و تعیین کننده در بازگشت به زندگی دارد، اما هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و ممکن است که وضعیت او در ساعات یا روزهای آتی تغییر کند. این منبع در پاسخ به این سوال که دقیقاً چه اتفاقی برای آرمیتا در مترو تهران افتاد، گفت خانواده آرمیتا به شدت تحت فشار هستند. آنها امیدوارند که آرمیتا به هوش بیاید و خودش بگوید که چه اتفاقی افتاده. آرمیتا هیچ بیماری نداشت و هیچ دلیلی برای بیهوشی وجود ندارد. روز چهارشنبه پدر و مادر آرمیتا توانستند داخل اتاق ICU که آرمیتا در آن بستری شده و از نزدیک دختر خود را ببینند. چند تن از بستگان آرمیتا هم از پشت شیشه او را دیدند. شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه 20 مهر ماه حملات راکتی بیشتری از غزه متوجه اسرائیل نشد. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که مردم در بخش‌های جنوبی این کشور شب آرامی را سپری کردند. گزارشگران این رسانه‌ها این امر را ناشی از ضربات سنگین هوایی ارتش اسرائیل به نیروهای یگان نخبه حماس دانستند. سخنگوی ارتش اسرائیل پنجشنبه تایید کرد که بخشی از حملات نیروی هوایی اسرائیل به غزه بر اساس اطلاعاتی انجام می‌شود که از بازجویی‌های انجام شده از شبه نظامیان دستگیر شده در میان نیروهای مهاجم حماس به دست آمده. با این حال در ساعت بامدادی پنجشنبه آژیری که حملات قریب الوقوع راکتی را خبر می‌دهد در نقاط مرکزی اسرائیل از جمله اطراف تل آویو به صدا درآمد. این آژیر در شهرهای عرب نشین در اسرائیل هم طنین انداخت. به گفته رسانه‌های اسرائیل در میان 1200 کشته اسرائیلی ده‌ها تن از اعراب شهروند این کشور نیز بوده که در روز حمله به دست حماس کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه از افزایش نیرو در شهر های مرز شمالی در نزدیکی جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل همچنین اسامی 31 تن دیگر از نظامیان کشته شده خود را منتشر کرد. چند سرباز دختر در میان این فهرست تازه اعلام شده بودند. شماره نظامیان و نیروهای پلیس اسرائیل که تا به حال کشته شده اند حدود 150 تن است. شباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم مرگ دو عضو خود را اعلام کرد. به نوشته یدعوت اخرانوت، اگر گزارش های خانواده های اسرائیلی ملاک باشد، دست کم 400 خانواده از ناپدید شدن عزیزان خود خبر دادند. با این حال این احتمال مطرح است که بخشی از آنها کشته هایی باشند که هنوز شناسایی نشدند. دولت تایلند پنجشنبه اعلام کرد که شمار کشته هایش به 21 تن افزایش یافته است. وزارت خارجه فرانسه هم گفته است که 8 فرانسوی کشته و 20 تن ناپدید شدند. وزیر خارجه آمریکا هم میگوید که دست کم 25 آمریکایی در حمله حماس به اسرائیل کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرده که جنگ جاری علیه حماس محدودیت زمانی ندارد و شاید ماه‌ها طول بکشد، چرا که اسرائیل به دنبال نابودی توانایی‌های نظامی و سیاسی حماس است و همچنین از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های فلسطینی انتقاد کرد. در خبری کوتاه واشنگتن پست گزارش داده است که آمریکا و قطر توافق کردند که مانع از دسترسی جمهوری اسلامی به 6 میلیارد دلار از پولهای آزاد شده ایران شوند. معاون وزیر خزانه داری آمریکا این موضوع را به اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داده است.
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که اسرائیل روز پنجشنبه به فرودگاه‌های اصلی شهرهای دمشق و حلب حمله کرد. این حملات یک روز پیش از سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه انجام شد. به گزارش رویترز، شبکه محلی شام اف ام گفته است که پدافند هوایی سوریه در واکنش به هر دو حمله فعال شد. شام اف ام گفت که فرودگاه حلب خسارت دید اما تلفات انسانی گزارش نشده است. منابع آگاه میگویند که حملات به فرودگاه‌ها با هدف ایجاد اخلال در خطوط تدارکاتی جمهوری اسلامی به سوریه انجام می‌شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که برای گفتگو درباره جنگ حماس و اسرائیل به عراق سفر کرده، گفته است که اگر اسرائیل حملات خود به غیر نظامیان در غزه را متوقف نکند، منطقه با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رضا رسایی، معترض 34 ساله بازداشت شده اهل شهر صحنه را به اتهام قتل نادر بیرامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه این شهر، در 27 آبان ماه سال 1401 به اعدام محکوم کرده است. این شهروند کرد از پیروان آیین یارسان است و در جریان جنبش زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک مأمور حکومتی در تاریخ 3 آذر ماه سال 1401 در شهر کرج بازداشت و به کرمانشاه منتقل شد. سازمان حقوق بشری خانگاه ضمن تایید اخبار مرتبط با صدور حکم قصاص نفس برای این معترض نوشته است که این حکم با فشار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و علیرغم عدم وجود ارائه شواهد و مستندات اثبات جرم برای آقای رسایی صادر شده است. کمتر از یک هفته بعد از اهدای جایزه صلح نوبل سال 2023 به نرگس محمدی، کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی این فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدند. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت: ما از اینکه مقامات ایرانی علی‌رغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت جسمی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه‌های متخصصان پزشکی و برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به سلب آزادی او ادامه می‌دهند، نگران هستیم. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین نوشتند که بازداشت خانم محمدی را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دانند. آنان از دولت جمهوری اسلامی خواستند که فوراً محمدی را آزاد کند و از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز توسط او اطمینان حاصل کند. برندگان هشمند، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را
با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. به گزارش روزنامه اعتماد، از آغاز مهر ماه سال جاری 32,000 استاد حق تدریسی در رشته‌های گوناگون و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی حذف شده و به جای آنها 20,000 دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دکترای همان دانشگاه در پی ثبت نام در دوره آموزشی 40 ساعته مدرسی به جای آنها در مقاطع کاردانی و کارشناسی به کار گمارده شدند. این در شرایطی است که مقامات دانشگاه آزاد اسلامی برای این اخراج و حذف از عنوان تبدیل وضعیت استفاده می کنند تا هزینه بار معنایی حذف را کاهش بدهند. بنا به این گزارش، این جایگزینی با تصمیم مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده و جایزه دانشجویان دکترا که بر کرسی استادی نشستند پرداختن شهریه کمتر است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشستی با رهبران یهودیان در واشنگتن گفت که استقرار کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی آمریکا در نزدیکی اسرائیل باید به عنوان پیامی برای ایران تلقی شود که مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بر تعهد کشورش در قبال اسرائیل تاکید کرد. جو بایدن گفت آمریکا در کنار اسرائیل می ایستد و تصریح کرد که از اسرائیل و همچنین یهودیان در داخل آمریکا حمایت خواهد کرد. بایدن در ادامه به استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در دریای مدیترانه و منطقه در واکنش به حملات روز شنبه حماس به اسرائیل اشاره کرد و اظهار داشت که ما به صراحت به ایرانی ها اعلام کردیم که مراقب باشید. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که در چند روز گذشته شاهد تصاویری از خشونت وحشتناک و شیطانی بوده که به مراتب از اقدامات گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه هولناک‌تر است. جو بایدن در ادامه گفت که باور نمی کرد تصاویری از تروریست‌ها در حال سربریدن کودکان ببیند. ساعتی بعد از این اظهارات جو بایدن، یک مقام کاخ سپید به CNN گفت که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات آمریکایی چنین تصاویری را مشاهده نکردند. جو بایدن در ادامه اظهارات خود تصریح کرد که آمریکا تلاش‌های خود را برای رهایی گروگان‌های آمریکایی که حماس را بوده تشدید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که خشم و ناامیدی مردم اسرائیل نسبت به این حمله حماس را درک می کند، اما از اسرائیل می خواهد که به اصول کنوانسیون ژنو پایبند باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه 20 مهر ماه در نشست خبری با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا
گفت که حماس جنگ وحشیانه ای را علیه اسرائیل به راه انداخت و افزود که حماس اقدامات هولناک خود را جشن می گرفت اما به زودی نابود خواهد شد. نتانیاهو در ادامه با قدردانی از واشنگتن به دلیل حمایت از اسرائیل و شهروندان اسرائیلی گفت جامعه جهانی باید همانطور که با داعش برخورد کرد با حماس برخورد کند. بلینکن هم در این دیدار گفت که اقدامات حماس وحشتناک و تروریستی محسوب می شود. به تصریح کرد حملات حماس ما را به یاد اقدامات داعش انداخت. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه واشنگتن کمک‌های بیشتری را به اسرائیل ارائه می‌دهد، گفت که کشورش از تشکیل کابینه اضطراری اسرائیل و اقدامات قدرتمند این کابینه استقبال می‌کند. بلینکن همچنین خاطر نشان کرد که واشنگتن به همراه کشورهای منطقه در صدد جلوگیری از گسترش تنش میان اسرائیل و غزه است. شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل الال اعلام کرد که برای نخستین بار از سال 1982 تا کنون روز شنبه برنامه پرواز خواهد داشت. به گزارش تایم داب اسرائیل، این خط هوایی نیروهای ذخیره نظامی اسرائیلی را که برای انجام خدمت اضطراری فراخوانده شدند و همچنین نیروهای امنیتی و امدادی که در خارج از این کشور هستند به اسرائیل منتقل می کند. الال می گوید که در حال برنامه ریزی برای انجام پروازها در روز شنبه از آمریکا و آسیا است تا به انتقال نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل برای بازگشت به کشورشان کمک کند، اقدامی که به دلیل جنگ با گروه تروریستی حماس ضرورت دارد. نیروهای ذخیره روز با دو هواپیمای بوئینگ 787 از شهرهای نیویورک در آمریکا و بانکوک پایتخت تایلند به طور رایگان به اسرائیل باز خواهند گشت. الال در بیانیه‌ای گفته است که هزینه پروازها بر عهده این شرکت هواپیمایی و نیز مؤسسات مالی بزرگ آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته است که اسرائیل در عملیات کشتن قاسم سلیمانی مشارکت نکرد، اما بنیامین نتانیاهو بعداً خواست که از این موضوع اعتبار کسب کند. ترامپ اضافه کرد فکر نمی‌کردم نتانیاهو ما را تنها بگذارد. ترامپ شب گذشته در سخنرانی در یک گردهمایی در میان هوادارانش گفت من تجربه بدی هم از کار با اسرائیل داشتم. در زمانی که سلیمانی را زدیم ما با اسرائیل به عنوان یک گروه کار می‌کردیم. ما می‌دانستیم او کجاست. ما می‌دانستیم از چه پوششی استفاده می‌کند. ما می‌دانستیم چگونه وارد می‌شود. ما همه چیز را می‌دانستیم. ترامپ در روایت خود از عملیات ترور قاسم سلیمانی گفت اینها هرگز گفته نشده و ادامه داد برخی میگویند محرمانه است، اما من اینچنین فکر نمی‌کنم. دونالد ترامپ گفت اسرائیل قرار بود که با ما این عملیات را انجام بدهد. همه چیز تنظیم شده بود. برای ماها روی آن کار کرده بودیم. همه چیز را داشتیم. اما شب قبل از این اتفاق یک تماس داشتم که اسرائیل در این حمله شرکت نمی‌کند. او گفت سلیمانی می‌خواست 5 پایگاه ما را در منطقه منفجر کند و اضافه کرد که سلیمانی آدم باهوش اما بدی بود. او سالها فرمانده نظامی بود. من حتی فکر می‌کنم که آیت الله‌ها هم از او می‌ترسیدند و خوشحال شدند از کشته شدنش. او گفت که جو بایدن با این موضوع مشکل داشت. ترامپ با اشاره به حمله حماس از عملکرد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل انتقاد کرد. او با اشاره به حمله بی‌سابقه حماس گفت که در دوران رهبری من هیچ کس حتی فکر حمله به اسرائیل را هم نمی‌کرد و تأکید کرد که اگر در انتخابات دستکاری نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد. رانندگان هشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟
شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سلمان رشدی نویسنده ی آیات شیطانی که سال گذشته از طرف یک پرده طرفدار جمهوری اسلامی با چاقو از ناحیه گردن و شکم مورد حمله قرار گرفت و چشم راستش نابینا شد و دست چپش آسیب دید، اکنون در کتاب خاطراتی تجربهش از این رویداد را ثبت کرده است. او در بیانیه‌ای گفت: نگارش این کتاب برای من ضروری بود تا به اوضاع مسلط شوم و با هنر به خشونت پاسخ بدهم. کتاب 256 صفحه‌ای چاقو مراقبه ها بعد از سوء قصد را انتشارات رندم هاوس منتشر خواهد کرد. کتاب خاطرات سلمان رشدی در فروردین سال 1403 منتشر خواهد شد. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.